سلام بچه، خیلی خوش اومدی به مدبس. فرزاد هستم به همراه آنکتا. بریم سراغ ترک 24 ساعت از بهرام. خب یه چند وقت بهرام نرفتیم، بچه ها شاکی شده. بچه کلن برام کم رفتیم، بچه های شاکی هستن. آره. البته همه میگن که آقا چرا قدیمی ها شروع کردین؟ آخه بچه ها میگن اشتباه خوب برید، خیلی درخواست داره. ما توضیح بارها تو یه سه ویدیو قبل اون دادیم، ولی فکر میکنم که دوستان اون ویدیو یا تا آخر ندیدن یا اشتباه خوب و یه خوده نیاز به فکر باز داریم که بتونیم روش متمرکز بشیم، ولی چون احترام قائلیم برای خواستتون بهرام میریم، ولی یه خورده آهنگای قدیمی ترش رو که خیلی نیاز به چیز نداره. آخه اشتباه خوب و اگه کل آلبوم انتظار دادن بچه ها برنیم، ما گفتیم که دسامبر روزای آخره، الان که دیگه داره تمام شده دسامبر خیلی شلوغه. اشتباه این چند روز بگذره، سال جدید میلادی که بیاد یکم ما میریم تو تعطیل یه دو سه روز استراحت کنیم که تمرکز آنایتا داشته باشه، میریم و میشکافیم و ولی یه خبر بدم، خبر خوش بدم میتونیم که فر از فردا شب تا سه شب، یعنی میخواییم موسیقانه علی سورنا رو بریم. برو بریم آقا، برو بریم ببینیم که بهرام در ترک 24 ساعت چه میگوید، چی شه با چی جوریه. برو بریم. خیلی قدیمیه، مال 12-13 سال پیشه، خیلی قدیمیه و برام بچه ها نمیشونه 6 و 8 چی 6 و 8 بیتش و خیلی جالبه این چیز نظر. بله دیدی درست گذاشتی. دوست داری باز واسم ناز کنی؟ نه تو فکر کردی یه بچه پاس داری زن، تو بمانه میخوری دافی جیگر، و چی میگی دوست داری باشی پیش دافی جیگر؟ مطمئنی بهرامه؟ آره دیگه، بچه ها گفتن 24 ساعت برین دیگه. چقدر با ریتمش یه جور باحالیه. بله من خیلی آشناس، حالا نمیدونم که اینو نشینم مطمئنم، ولی برام خیلی آشنا، فکرم اون موقع همه آهنگ ها اینجوری بوده. ها نه بابا، کد رپ کدوم آهنگ رپ اینجوری؟ بابا چرا مثلا حسینم از این آهنگ های اینطوری داره که میخونه، 6 و 8 و آهنگ قدیمیش که چیز بود لاو ماف میخوند و به قول چیز چستانه نمیدونم بابا. دوست داری باز واسم ناز کنی؟ نه تو فکر کردی یه بچه پاس داری زن، تو بمانه میخوری دافی جیگر، و چی میگی دوست داری باشی پیشم، میخوام بخونم تا سرا باز بره بالا بیشتر، ولی امشب شب به جمعه سالا بیگا پیشم، تو جامپای باش که لعنتی کام بده حالا باز من، تا دختر حرفم و خیلی رخ بگم حالا واسد من و ندارم توی 24 ساعت خرابم، توی خیابون پس سوار کم بزن میترسم حرف قرارم، مردم واسمون میگی صدام باشه قبول، بیا ماچت کنم تا که جاش کبود، از این بحث دو نشیم و بچستیم بهش، همه بدونن اینو چه کسی. آقا بیتو دین دین خیلی خوشگله باله، دین 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 خیلی قریه نگه دیگه. آقا شیش هم تو خون ما ایرانی هست دیگه، همون یه ریتم غری روش داره که بچه خیلی خوشگل میخونه برموش، چه جامپای خوبی داره. الان میفهمم که مثلا چرا به امیر خلوت مثلا تیکه این نخده میگفتن آقا مثلا تو میخوای بسه برام چی بود کشی بهش ما مثلا تو فکر کنیم مثلا برام جام میزنی، جام پای برام خیلی خفنه. شکبون از این بحث دو نشیم و بچستیم بهش، همه بدونن اینو چه کسی نوش، ما مست و پاتیلیم با دست و پا میریم، تا است و تا مریخ را دست و پا کنیم، تا بری فضا راحت 24 ساعت فکر من اینه که بگم چی دیدم که ندیدی تو، یا که چیزی بخونم که نشنیدی خود، پس مشتی بی تو فاز نمیده، پس امشب با ما باش تا بخونم دافره از سر تا پاها، بازار کارمون میمونه گرم تو 24 ساعت روز، خیلی خوشگل حالمون دیوونه تر میشیم ما با سرعت نور، داستان ما رو همه میدونن میشن مات با قدرت مور. ببین این بیته ریتم میزیش دین 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 خیلی برای من آشناست. منم همین میگم. ببین دوتا حالت داره، یا واقعا مثلا مال چیزی بیتر رو مثلا چیزی نوشته، یا اینکه ما ایرانی میشیش عشته چون تو جونمونه مثلا برمون اینقدر آشناست. برای منم خیلی آشنا. داستان ما رو همه میدونن میشن مات با قدرت مون،
باش داره با من، من باس داره کارم تو 24 ساعت رو. تو 6 سال کاری من پام به جام بود، هرچند پولامو کردم من کام به کام دو. از اول بودم تو کارت تا تو خواب هستم من، در حال نوشتن رپ هر دم پر میخونم تا بمونه هر طرف دارو بیفتن به جونه هم. دشمن بیشتر تشنشه بخونه من، منم مثل فش بشه مهمونه تن. تو ندیدی جایی و کم دیدی شاید، مثل من کسی رو خندیدی با من. رپ 24 ساعت خواب دیده من و آسمونم رو ابرا تاب میده من و من تر حس ندارم از تیشکی دیگه، پس حواسم هستش به این که دست نذارم اونا رو من از هوا من. میام پایین تو وقتی دیدیم بگی ناخدا اومد، با سختی ببین بگو یا خدا اومد. خیلی باحال بخونه ولی ها. خیلی قشنگ بخونه، هم مدل خوندنش رو دارم. ولی آنا تو میگی مثلا اون موقع که لاف میخونن یا دیس لاف میخونن اون سالا، ولی هیچ کدوم نمیومدن مثلا موزیک 6/8 اینجوری اجرا کنن. حالا شاید دقیقاً، ولی یاد اونا میندازه منو دیگه. لفظ خوندن بعضی فلا مثلا آره، ترکای قدیمی حسین یا حسین ابلیس بود اون موقع، آره، یا ترکای قدیمی خود 021 بند 021 یاد اونا میندازه منو. آره اینو موافقم، ولی اینی که اومده این موزیک 6 8 یا اینجوری ببینید مثلا ریتم قشنگ 6 و 8 می هستش که قشنگ رو بیت سرزد داره میخونه، چرا خوشگل. اینو تا حالا من نشنیدم، هم خیلی خوشگل داره میخونه، مدل خوندنش دوستام، هم لیریکش در عین حال که چیز غریه کلی رجزخونی داره و خفن گنگه. آره با خیلی عجیب غریبه دیگه. با این تو وقتی دیدیم بگی ناخدا اومد، با سختی ببین بگو یا خدا اومد، یا خدا اومد. وقتی یا میگه شعبت بازم، همه میدونن که نوبر کارم. دشمن و همه کی دنبال ما هم، منم داره میشه دنیا به کامم. 24 ساعت روز تو پس این آهنگ رو گوش کن دوباره با من. بازار کارمون میمونه کارتش خیلی خوش کنم. 24 ساعت روز داره حالمون دیوونه تر میشیم، ما با سرعت نور داستان ما رو همه میدونن، میشن مات با قدرتمون. باش داره با من پاس داره کارم تو 24 ساعت روز. بازار کارمون میمونه گرم تو 24 ساعت روز. باز داره حالمون دیوونه تر میشیم، ما با سرعت نور داستان ما رو همه میدونن، میشن مات با قدرتمون. باشاره با من پاس داره کارم تو 24 ساعت رو. خیلی خوشگل بود، باحال بود خیلی. آره خیلی رینگی بود با مورد. آره. قدیمی ها میگفتن، قدیمی ها میکنن رینگی موزیک رخصی رو. دامبولی بود، دامبولی قدیمی ها مثلا زمان پدر مادر ما چه نگفتن دامبولی؟ چرا میگفتن؟ نه اون موقع ببین آهنگی که قری بود برای رقص بود میگفتن رینگی، یعنی آهنگ میگفتن بابا یه آهنگ رینگی بذار. خیلی قدیم هایی اینجوری مثلا پدر مادر آهنگ رینگی بذار، یعنی آهنگ برای رقص، اونو میگفتن رینگی. بابا من بچه بودم نوار سونیا بود، بعد همه با یه ماشی که بی قواره روش نوشته و مثلا نوشته بود رینگی یک رینگی دو. خب نه برمون با همین برمون قری نمیشته بود، قری قری خدایی قری رینگی رو بیمان. نه قری نمیشته بود اصلا. آره واقعا قری خیلی قری بود این پس. خیلی موزیکا قری قری اکسیاد بود، خیلی فاز قری داشتی نشخم. نه ما رینگی بود، ولی خالتو رو مثلا دامبول که نمیدونم، دامبول تازه مثلا چه میدونم 20 سال اختراع شده. بابا دامبولی هم میگفتن، دامبولی زمان ما مثلا 20 سال 15 سال پیش 20 سال پیش میگفتن دامبولی، مثلا زمان قبل از انقلاب اینا مثلا گفتم بابا یارو خال میزنه. آره. خال چوره. نه من زمان خودمون رو میگم گفتن. آره دامبولی میگم. این رینگی هم مال اون موقع است. آره ولی خیلی جالب بود، خیلی دیگه ریتمی که داشت و اینا باز با مزایی داشته شد. بله بچه ها گفتن این رینگی اینجوری بود، یعنی ولی میکردی شاید این مساطه یه غیری هم میگردی. آقا این بلی کلاب خیلی بالا رپ رو خیلی بود، بلی چقدر کورس خوشگلی داشت، تو ذهن آدم میمونه کورسش. آره من فکر کنم برام خیلی دنبال مثلا نوآوری بوده اون سالا، دوستش مثلا یه کارهای عجیب غریب بکنه که کسی از نکرده. آره. به نظرم اثرش جالبی بوده. آره باحال بود مثلا برای زمان خودش، هنوزم که میشنوی اوکی تازگی داره. آره. برای خودش دیگه. بچه‌ای که طرفدار بهرامن منتظر باشه ما اشتباه خوبم ببینیم، چون یه موقع این آهنگار میدیم بچه‌ها میگن که بابا ای بابا مثلا اینا گفتیم برام رفت سراغ فلان آهنگ،
نمیدونم اشتباه خوب برو ببین چه لیریک قوی داره فلان اینا. بازم میگیم بچا اون یه بار من گفته بودم که آقا بذار ما سر فرصت آرامش داشته باشیم، ذهنمون آروم باشه که بریم ارزش کار خراب نشه، یعنی ما میخوایم قشنگ بهش بپردازیم. بعد اومدن زرا تو فکر میکنی که بهرام ارزش نداره، برو همون فلان ما اینو میگیم خدا برعکس متوجه دیگه بر... یا پیغمبر هنوز نرفته داستان داری. بچه دمتون گرم که تا انتهای ویدیو همراه من و آنایتا بودین. اگر تازه با من آشنا شدین، با آنایتا تازه آشنا شدین، با ما تازه آشنا شدین، از این منو سابسکرایب کنین، جنگل رو بزنین که نوتیفیکیشن براتون فعال بشه. هشتگ مدبس هم من و آنایتا این خیلی راحت بدون پیگرد قانونی در کلی فضای مجازی از این طریق بتونین ما رو پیگرد مورد پیگرد قرار بدین. آدرس سوشیال مدیا ما هم اینجا هستش، ما رو در اونجا فالو کنیم، مخصوصا اینستاگرام. اینستاگرام فالو کنیم بچه ها، اون برسال کلی برنامه داریم، میخواییم اونجا ازتون نظر بپرسیم، با ما همکاری کنیم، پس شما هم حمایت کنین. دمتونم گرم. امیدوارم از هر جای دنیا که دارین این ویدیو نگاه میکنید پر از آرامش و سلامتی براتون باشه، کلی آدم مشتی و پر انرژی هم دورتون رو پر کرده باشه، شب و روز لاکچری داشته باشین. خدافظ.